سلام من علی پیشگردم و به سومین قسمت از آموزش پایتون خوش اومدید اول از همه ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید و چند منم سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای جدیدی که میذارم با خبر باشید تو این قسمت قرار پایتون رو روی سیستم عامل مک اس نصب کنیم و مشکلاتی که موقع نصب و حتی بعد از نصب اون میخوریم و برطرف کنیم توی ویدیو قبلی ما پایتون رو روی ویندوز نصب کردیم و مشکلاتی موقع نصب و حتی بعد از نصبش بر می‌خوریم و با هم دیگه حل کردیم برای اون دسته از افرادی که سیستم ویندوز دارن میتونن از این بالا روی لینک کلیک کنن و ویدیو قبلی رو ببینن خب توی این ویدیو قراره ما پایتون رو روی سیستم عامل مک او نصبش کنیم اولین کاری که لازمه برای این اینه که توی گوگل ما پایتون رو سرچ کنیم من مرورگرم باز میکنم توی گوگل پایتون رو سرچ میکنم خب اولین سایتی که وقتی سرچ میکنیم بهش برمیخوریم این پایتون دات که سایت اصلی خود پایتونه و ما میخوایم از داخل این سایت پایتون رو دانلود کنیم وارد سایت میشیم توی این سایت یه سری توضیحات راجع به پایتون و نسخاش گفته ما کاری با این نداریم و روی بخش دانلود که بریم اینجا ما همین اول میاد سیستم عامل های مختلف رو بهمون نشون میده میگه ویندوز مک او اس و غیره ما میتونیم از همین جا مستقیم روی مک او اس بزنیم یا از همین جا که گفته دانلود فور مک کلیک کنیم و اونو دانلود کنیم یا من میخوام برم اول تو صفحه خود دانلود خب صفحه دانلود هم که بریم این بالا مک او اس رو برامون نوشته که برای مک او اس میتونیم اینو دانلودش کنیم و توی پایین تر میتونیم های دیگه پایتون رو دانلود کنیم ورژن های قدیمی که لازم دارید رو میتونید از این پایین روش هر کدوم از ورژن هایی که خواستید کلیک کنید و نسخه های مربوط بهش رو دانلود کنید که ما فقط آخرین نسخه رو دانلود نصب کنیم من از همین جا روی دانلود پایتون کلیک می کنم و منتظر میشم برام دانلود کنه که حالا حجمش 42 چهل و 30 ثانیه‌تون میکشه تا دانلود شه خب دانلود من تموم شد و بریم که نصبش کنیم فقط قبل از نصب ما اول باید چک کنیم که روی اون پایتونی از قبل نصب بوده اگه نصب بوده چه ورژنی نصب بوده یا اصلا چیزی نصب نبود برای چک کردن این کار من وارد ترمینال میشم اینجا ترمینال رو سرچ میکنم و ترمینال برام میاد و ترمینال رو بازش میکنم توی ترمینال من سرچ میکنم پایتون داش داش ورژن اینتر میکنم و هم میگه پایتون رو نمیشناسه یعنی پایتون روی این سیستم من نصب نیست حالا اگه بیام اینجوری سرچش کنم پایتون سه دش دش, دش ویرژن چی میگه؟ میگه پایتون سه و یازده و چهار روی سیستمت نصبه ما هر وقت میایم یه سری اپ ها رو یه سری چیزا رو نصب کنیم یه ورژنی از پایتون روی سیستم ما نصب میشه الان من 3 س... سو... و 11 و 4 رو روی سیستم هم دارم ولی آخرین ورژنی که الان اومده و ما دانلودش کردیم 3 سو... و 11 و پس من میخوام پایتون 3 سو... و 5 رو نصب کنم جای این چرا وقتی نوشتم پایتون داش داش ورژن نشناخ برام گفت پایتون وجود نداره ما وقتی پایتون خالی رو می و پشتش عدد سر رو نمیذاریم خودش فرض پایتون دو در نظر میگیره داخل ویندوز این شکلی نیست ولی داخل مک و لینوکس به این شکله که اگه ما ورژن رو جلوی پای... جلو کلمه پایتون ننویسیم یعنی عددش رو نذاریم خودش پایتون دو در نظر میگیره روی این سیستم عامل های جدید مک بودن مکوس داره بعد این الان مکوس سیزده خودش پایتون دو رو نصب نداره و اومده کلش رو از پایتون سه استفاده کرده برای نوشتن کرنلش ولی تو ورژن های قبلی مک او اس پایتون دو رو برای پیش به شکل پیش فرض نصب میکرد چون خیلی از چیزهایی که روی پایتون روی سیستم عامل مک او اس هست با از پایتون نوشته شده ولی خب اینجا ما توی ورژن 13 و 12 از پایتون 3 برای اون نوشتن اون کد استفاده کردن پس پایتون 3 به شکل پیش فرض روی سیستم عامل های جدید مک نصب و ما برای اینکه بخوایم بفرین پایتون نصب اگه پایتون خالی بنویسیم میاد ورژن پایتون دو رو چک میکنه که من توی سیستم پایتون دوی نصب نیست ممکن اگه شما ورژن مکوس قدیمی تر رو شوید. وقتی پایتون رو خالی بنویسید پایتون به شکل پیش روی سیستم نصب بوده باشه ولی وقتی پایتون سه رو مینویسم پایتون سه نصب شده حالا من یا خودم نصب کردم قبلا یا بر اساس چیزایی که میخواستم نصب کنم اپایی که میخواستم نصب کنم مثل ایکس کد خودش برام پایتون رو نصب کرده خب حالا ما کاری با این نداریم میخوایم ورژن جدیدتر رو نصب کنیم من سه و, و 4 رو دارم حالا میخوام سه و, و 5 رو نصب کنم روی سیستم هم. برای نصبش میریم توی فایلا همون جایی که دانلود کردی من روی فایلی که دانلود کردم کلیک میکنم خب حالا مراحل نصبش میاد کانتینیو رو میزنم اینا رو هم رد میکنم کانتینیو لایسنس از من میخواد میگم خب اوکی تایید میکنم یه می کجا نصب کنم من رو میتونم اینجا عوض کنم ولی تغییرش نمیدم میگم همون جایی که هستی نصب کن پیش فرضش کاری باش ندارم و من اینستال میزنم و اینجا حالا از من رمز سیستم رو میخواد رمز رو میزنم و میگم نصبش کن شروع میکنه برام نصب کردن از من دسترسی میخواد میگه میذاری به این فایل دسترسی داشته شو نصبش کنه میگم آره و بعد خیلی هم سریع برام نصبش رو انجام میده خب نصبش تموم شد برام من چنین فایل رو باز کرد ما لازمه که توی اینجا که وقتی باز میشه بیایم روی یه سری فایل الان اینجا داره این install و غیره ما لازم این فایل دومی که نوشته اینستال سرتیفیکیت رو بازش کنیم و بذاریم که اینو نصب کنه برامون چون خودش به شکل پیشفرض نمیاد چه چیزی رو نصب کنه سایت خود پایتون هم اگه برید میگه که روی سیستم عامل مک او این فایل این سرتیفیکیت رو باز کنید که نصب بشه و نصبش به شکل کامل انجام بشه یه سری چیزا هست که لازمه نصب کنه ولی خوش نمیاد به شکل پیشفرض نصب کنه من میذارم که اونو هم برام نصب کنه نصبش تموم شد و میبندمش یه کاری باهاش ندارم اینجا هم که فایل مختلف پایتون کاری باش ندارم حالا میخوایم چک کنیم ببینیم پایتون که نصب کردیم نصب شده یا نه قبلش من باید یه بار ترمینال رو ببندم دوباره ترمینال رو باز کنم اگه ترمینال قبلی باز باشه همون رو باز کنم توش بنویسم برام همون ورژن قبلی رو میاره یه بار میبندمش دوباره بازش میکنم الان دوباره ترمینال رو باز کردم داخلش می‌نویسم پایتون سه دش دش ورژن ورژنمون تغییر کرد دیگه پایتون سه و یازده و چهار بود الان شد سه و یازده و پنج آخرین ورژن پایتون برام نصب شد حالا اگه من بیام پایتون دش دش ورژن رو بنویسم بازم میگه پایتون رو نمیشناسه پس پایتون دو برام نصب نکرد سه رو نصب کرد سه و یازده و پنج حالا بیایم یه تستش بکنیم ببینیم پایتون کار میکنه یا یعنی. نه من اگه همینجوری دستور پایتون رو خالی بنویسم و اینتر کنم برام نمیشناسه دیگه گفتم پایتون سه ما نصب داریم میام یعنی مینویسم پایتون سه و اینتر میکنم خب برای من شل پایتون رو که میتونم اینجا دستورهای پایتون رو بنویسم حالا من اینجا داخلش می نویسم. یه دستور پایتون داریم به اسم پرینت دستور پرینت برای اون ما هر چیزی که داخلش بنویسیم رو چاپ میکنه من الان داخلش می نویسم سلام و پرانتز رو می بندم اینتر میکنم من اینتر که بکنم برام سلام رو چاپ میکنه همونجور که گفتم یا پرینت هر چیز دیگه ای بنویسم پرینت پایتون و پرانتز ببندم و اینتر کنم برام پایتون رو چاپ میکنه و من نشون میده که پایتون رو به درستی روی این سیستم نصب کردم توی ویدیوهای بعدی قراره ببینیم تو چه محیطی میتونیم کدامون رو بنویسیم و برای نوشتن توی اون محیط چه چیزایی لازمه روی سیستممون نصب کنیم و اونو با هم دیگه نصبش کنیم توی نصب کردن اگه به مشکلی خوردید یا حتی بعد از نصب مشکلی داشت توی کامنت ها حتما برام بنویسید که من حتما بهشون جواب بدم و اگه مشکل خیلی پیچیده ای بود که قابل گفتن نبود حتما براش یه ویدیویی میسازم و توی اون ویدیو اون مشکل رو حلش میکنیم خوشحال میشم اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و چنل منم سابسکرایب داشته باشید مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید امیدوارم روز ای داشته باشید و توی ویدیوهای بعدی میبینمتون